بررسی پرونده مفاسد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بزرگترین عامل شکل‌گیری رانت و در پی آن سوءاستفاده‌های مالی چند نرخی بودن ارز است، به طوری که ارز دولتی در اختیار همه متقاضیان قرار نمی‌گیرد و این گلوگاه شکل‌گیری فساد می‌شود و حذف آن و تکنرخی شدنش از بدیهیات و الزامات اقتصاد کشور است. با توجه به لایحه بودجه دولت و تاکید آن بر حذف این بزرگراه رانت از اقتصاد، کماکان شاهد آن هستیم که در مجلس حذف ارز 4200 تومانی به صورت جدی پیگیری نمی‌شود. ریاست کمیسیون تلفیق جناب آقای دکتر حاجی بابایی یکی از چهره‌های شاخص مقابله با رانت در کشور هستند و اقدامات ایشان در برابر عوامل فساد همیشه موجب امیدواری مردم بوده است. این روزها حذف ارز 4200 تومانی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مدیریت دکتر حاجی بابایی بر این کمیسیون نوید بخش حذف مسیرهای فساد در کشور است. اما آنچه نگران کننده است فشار دلال و شبکه‌هایی که از ارز دو نرخی منفعت می‌برند بر روی نمایندگان مجلس است. مردم همیشه طرفدار مسئولان و نمایندگان شجاع خود هستند و از آنها حمایت می‌کنند. حذف ارز دو نرخی اولین قدم در مسیر حذف رانت و فساد اقتصادی در کشور است که آغاز آن دومینووار مسیرهای فساد را مسدود خواهد نمود. از نمایندگان مجلس توقع می‌رود که شجاعانه و قاطعانه از تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی حمایت کنند و موجب امیدواری مردم شوند.